I have said to, I think, to four journalists interviewing me in Tehran, we have declared that we would be ready to declare our zone a non-nuclear zone. That means no nuclear weapons should be used or stocked in our region. We stick to this policy. انتظار این است که در این مذاکره که فردا در پیشه و اینطور هم که از قرائن و شواهد به نظر میرسه طرف ایرانی باز تعدیلاتی رو پذیرفته، یعنی تعدیلات بیشتری رو پذیرفته و باز این رو تأکید میکنه که این تفاهم نامه یا توافق نامه انجام بگیره، ولی اگر نکاتی هست که هنوز قابل بحثه این تعهد رو ایران میده که در رابطه با این نکات پیگیر باشه، اقدام بکنه که بتواند رضایت نسبی طرفهای مقابل رو فراهم بکنه. اساساً برای هیچ کس تهدید نیستیم. اصولاً بحث سلاح در ایران وجود دارد. بحثش هم نیست. در برنامه‌های جمهوری اسلامی موضوع سلاح هسته‌ای وجود ندارد. پنج به اضافه یک نباید یک احساس شکست رو sense of defeatism رو به طرف مقابل تحمیل بکنه در یه مذاکرات. برای اینکه به احساسش ممکنه فرض کنید اینکه میگم برد برد 50-50 نباشه، خیلی منطقی هم هست، ولی به نحوی هم نباشه که طرفی که مقابل یک حالت نافرجامی شکست ناکامی بهش تحمیل بشه و باید یه حال وضع فیسوینگی براش وجود داشته باشه در هر مذاکره ای از نظر آینده نگری، بهبود روابط و غیره. بنابراین انتظار این است در این مدت چند روزی که در پیشه با حسن نیت بتوانند این مشکلاتی که فعلا توی پرانتز یا کولات گذاشته شده تا حدودی بتوانند حل و فصل. هر کس هر تفسیری میخواهد بکند، در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خودش را انجام خواهد داد و به همین دلیل هم من به ملت ایران اعلام میکنم که فعالیت غنی‌سازی ایران به همون صورت سابق ادامه خواهد یافت. برای کمیته برای
یک خاص اکثریت مردم ایران دو در شرایط اضطراری که جامعه قرار گرفته و سوم حسن نیتی است که تا به حال نشان داده شده در بود که اشاره کردم تقریبا خواسته و درخواست ها تا حدود قابل توجهی پذیرفته شده و مورد تایید آژانس هم قرار گرفته و بنابراین اگر واقعا حسن نیت باشه که بخوان حل بکنن من فکر میکنم موانع آنچنانی نباشد.